اما جنگ دوم جهانی و برخورد با ژاپنی ها موضوع گزارش بعدی ماست. واقعیت اینه که جنگ همیشه خانمان سوزه و بدبختی به ارمغان میاره. در این میان اما جنگ دوم جهانی یکی از پرتلفات ترین جنگ ها بوده و در کنار کشتار نظامیان، مردمان بیگناهی هم فدای این جنگ شدند. مثل یهودیان، کولی ها، مهاجرین ژاپنی. اما دولت ها وقت آمریکا از ترس ستون پنجم این مردمان بیخبر از وقایع رو به کمپ هایی که از قبل براشون تهیه کرده بود فرستاد. در همین رابطه گزارش داریم که با هم ببینیم. اول سپتامبر 1939 ارتش آلمان کشور لهستان را اشغال کرد و جنگ جهانی دوم شوربختانه آغاز شد. سپس در سوم سپتامبر همان سال از طرف دولت های فرانسه و بریتانیا نیز به آلمان اعلان جنگ شد. ژاپن و ایتالیا نیز به حمایت از آلمان جبهه متحدین را آغاز کردند. ژاپنی ها دامنه حملات خود را به کشورهای شوروی و چین و کره همچنان گسترده می کردند و جبهه های جنگ شهرها و روستاهای اروپا و خاور دور را در آتش خون کشانده بود. هفتم ماه دسامبر 1941 که نیروهای آمریکایی تنها به نظاره نشسته بودند و مطمئن از اطراف مرزهای خود به کارهای روزمره مشغول بودند، ناوگان جنگی ژاپن در سحرگاه 7 دسامبر به نزدیکی هاوایی رسیده بود. بین ساعات 7 تا 8 بامداد حمله وحشیانه و هواپیماهای نیروی دریایی خود آغاز کرد و 2500 نفر از افراد اکتیو نیروی دریای آمریکایی را با حمله سری و سیر کشت و 5 تا 8 ناو جنگی نیروی دریای آمریکا را غرق کرد. در این روزگار هزاران هزار ژاپنی در سرزمین آمریکا همچون آمریکاییان زندگی می‌کردند و بسیاری از آنها تابعیت آمریکا را نیز پذیرفته بودند. پس از حمله به پرل هاربر، دولت آمریکا بر مبنای دستور شماره 9066 پرزیدنت روزولت به تاریخ 19 فوریه 1942 به فرماندهان ارتش جمع‌آوری ژاپنی‌ها و اسکان دادن آنها در کمپ‌های مشخص شده صادر شد. بخش عظیمی از این ژاپنی‌ها عملاً و قانوناً بنابر تولد یا کسب تابعیت آمریکا تبعه کشور آمریکا محسوب می‌شدند، ولی هیچ نوع استثنایی در نظر گرفته نشد. در پی یک سلسله فعالیت‌های مختلف در دولت آمریکا و دولت محلی کالیفرنیا، فرمانده کل ارتش در غرب آمریکا ژنرال جان ال دیوید معتقد بود که ژاپنی‌ها چه مهاجر یا متولد آمریکا مردمانی خطرناک و وفادار به کشور اجدادی خود هستند و باید ما نگران وجودشان باشیم تا روزی که ژاپن را از نقشه دنیا برداریم. در 18 مارس سال 1942 پرزیدنت روزولت مؤسسه‌ای را ابداع کرد به نام اولیای امور جابجایی در طول جنگ که مسئولیت کمپ‌های ژاپنی‌ها را مقیم آمریکا را به عهده داشت. در ابتدا که کمپ‌ها آماده نشده بود، ژاپنی‌ها را در میدان‌های سوارکاری و شهر بازی اسکان دادند. علاوه بر آن مؤسسه وزارت دادگستری هم تعدادی کمپ و ارتش هم کمپ‌هایی را برای نگهداری آلمان‌ها و ایتالیایی‌های مقیم آمریکا تأسیس کردند. تعداد کمپ‌های تحت سرپرستی اولیای امور جابجایی در طول جنگ به ریاست میلتون آیزنهاور 10 عدد بود و اکثر این کمپ‌ها در حوزه زمین‌های اختصاصی سرخپوستان ساخته و برپا شده بود. اغلب ساختار مکان زیست برای خانواده‌های ژاپنی تشکیل شده بود از سالن‌های مشابه آسایشگاه‌های سربازان با سقف مقوایی قیراندود و بدون آشپزخانه و بدون لوله‌کشی آب. چند سال بدین ترتیب را ژاپنی‌ها گذراندند تا ژانویه 1945 که دستور آزادسازی آنها صادر شد. با پرداخت 25 دلار و بلیت قطار بسیاری از آنها رهسپار شهرهایی شدند که قبلا زندگی می‌کردند و بعضی که جایی نداشتند در کمپ برای مدتی باقی ماندند و برخی هم رهسپار ژاپن شدند. سال 1988 کنگره قانونی به تصویب رساند در معذرت خواهی از ژاپنی‌های آمریکایی و پرزیدنت رونالد ریگان هم قانون را امضا کرد و در لایحه تقدیمی مجلس ذکر شده بود که به علت عدم مدیریت سیاسی و تبعیض نژادی دولت مرتکب خطا شده و تکرار نخواهد شد.
و مبلغ 1,600,000,000 دلار هم به کسانی که اجباراً راهی کمپ شده بودند پرداخت شد بابت خسارت مالی و روحی. و این دموکراسی است که دولت بابت خطای خود پوزش می طلبد و قانونی را تصویب می نماید که دیگر تکرار نشود. منوچهر منتصری، وین تی وی، واشنگتن.